بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والصالحين. بحث نماز هست. مقدمه نماز یکیش وضوع بود و پایان یافت. اکنون در رابطه با نماز. نماز در اصطلاح شرع عبارت است از مجموعه گفتارها و کردارهایی که با الله اکبر آغاز می شود و با سلام پایان می یابد. فرض بودن نماز با قرآن و سنت و اجماع ثابت شده است. آیات فراوانی در قرآن، احادیث بسیاری در روایت وجود داره که بر فرض بودن نماز امر نمودند. خداوند در قرآن می فرماید که و اقیم الصلاة، و نماز را بر پای دارید با تمام ویژگی هاش. اقامه یعنی فردی که میخواد نماز بگذاره باید سعی بکنه تمامی زمینه های درست گذاردن نماز را فراهم نماید. همچنان که پیشتر بیان شد، در همه ادیان نماز بوده است، اما کیفیت نمازی که در اسلام بر مسلمانان فرض شده تفاوتی با نمازهای پیشین داره و کاملتر هست. میتوان گفت که تمامی ویژگی های نمازهایی که در ادیان گذشته بوده در این پنج وقت نماز وجود دارد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرموده است که این نمازهای پنجگانه در شب اسراء و معراج سال دهم بعثت و 27 رجب فرض شده است. میفرماید که فرض الله علی امتی لیلة الاسراء 50 صلاة. خداوند متعال در شب اسراء و معراج 50 وقت نماز را بر امت من فرض نمود. اما پیامبر رحمت میدانست که امت توان انجام این کار را ندارند. به همین جهت به بارگاه خداوند باز میگردد و به پیشگاه خداوند باز میگردد. میفرماید که فلم ازل اراجعه حت و اسأله تخفیف حتی جعلها خمسن فی کل یوم و لیلتن. پیوسته به پیشگاه خداوند بازگشتم و از او تخفیف خواستم تا اینکه خداوند اون رو 5 وقت نماز در شبان روز قرار داد. پس این نمازها، نمازهای پنجگانه، بهترین وسیله ارتباطی بین بنده و خداوند هستند. بنده‌ای که به نماز می ایستد و تکبیر تحرم رو بر زبان جاری می نمود الله اکبر، یعنی میگه خدایا من آمدم به حضور شما، میخوام با شما راز و نیاز کنم و با انجام راز نیاز با خداوند بعد از این که نماز پایان می یابد دگرگونی مثبتی در وجود این فرد پدید می آید. با فکر دیگر، با اندیشه دیگر برای ساختن زندگی باز می گردد و آرامش می گیرد و احساس عزت و افتخار می کند که توانست از بندگی خودش رو در برابر خداوند انجام دهد. مردی نزد پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم آمد و درباره احکام اسلام از آن حضرت سؤال پرسید. پیامبر مسائلی که مورد نیاز بود براش بیان نمود و در ادامه فرمود که درباره نماز خمس و صلواتین کتبهن الله علیک فی الیوم و اللیله. 5 تا نمازم خداوند اونها را بر شما فرض نمود است در شبان روز. 5 وقت نماز. بعد اون آقا سوال کرد که فقال هل علی غیرها، آیا غیر از این چیزی دیگری بر من فرضه که نماز بگذارم؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود لا الا ان تطوع، نه دیگه غیر از این بر تو نمازی فرض نشده مگر اونچه که به دلخواه خودت نماز سنت بگذاری. به دلخواه خودت نماز سنت بگذاری که بیان شد نماز سنت هم سبب نزدیکی بیشتر بنده به خداوند می شود. اگر فردی اهل نماز نباشد، هم در دنیا همیشه احساس پوچی می کند، در تنگینا و در سختی است، احساس آرامشی ندارد، چون آرامش واقعی زمانی است که بنده با خدای خودش، با آفریدگارش
رابطه داشته باشد و بهترین وسیله برای ارتباط بین بنده و خدا نماز هست که خداوند می‌فرماید الا به ذکر الله تطمئن القلوب، آگاه باشید که با نام و یاد و عبادت خداوند دلها آرام می‌گیرد. اما اگر انسان با خدای خودش رابطه برقرار نکند، اهل نماز نباشد، همیشه در تنگنا و در سختی است. احساس تنگی، احساس پوچی و احساس بی‌ارزشی می‌کند. و خداوندم در قرآن می‌فرماید و من اعرض عن ذکری فإن له معيشة ضنكا، کسی که از یاد و عبادت من روی برتابد و به دنبال انجام خواهش‌های نفسانی خودش باشد، این در زندگی خودش در تنگنا و در سختی است، احساس آرامش ندارد، چون آرامش در دنیا با چیزی مادی نمیتوان فراهم نمود، بلکه انسان باید از درونش، این اون چیزی که فطرت فرد او رو میخواهد و فطرت هم فطرت خدا جویانه است و خدا را میجوید این فطرت انسانی. اگر فردی در مسیر عبادت خداوند نباشد، برای انجام نمازهای خودش حرکت نکند، در زندگی خودش احساس پوچی میکنه، گرچه میلیاردر هم باشد. و این در دنیا و روز رستاخیز هم خداوند او را نابینا محشور میکند و میپرسه خدای چرا مرا نابینا محشور کردی در حالی که چشم داشتم، بینا بودم. میفرمه چون آیات ما را فراموش کردی، به دستورات ما عمل ننمودی، این کیفر اون کارهای بد شماست. و روز رستاخیز از دوزخیان پرسیده میشود که ما سلککم فی سقر، چه چیزی سبب شده که شما در آتش دوزخ افکنده شده اید؟ اولین پاسخشون قالو لم نکو من المصلین، ما در دنیا از نمازگزاران نبودیم و نماز نگزاردن سبب شده که ما امروز در این آتش دوزخ عذاب ببینیم. پس باید مسلمان پایبند به نمازهاش باشه، چون مسلمان اسمی و ارسی و شناسنامه‌ای تأثیر ندارد، بلکه باید انسان در عمل، در رفتار، در کردارش بر اساس موازین اسلامی حرکت بکند تا بتواند به سعادتمندی دو گیتی دست یابد. لذا برای گزاردن نماز شرطهایی وجود داره، شرطهایی واجب بودن نماز. به کسی که نماز واجب میشه چه کسی هست؟ یک، مسلمان باشه. برای واجب بودن نماز، یعنی یکی از شرطهای واجب بودن نماز مسلمان بودن هست. کسی که مسلمان نیست، نماز بر او واجب نیست، چون مسلمان نیست. چون عبادتها وسیله نزدیکی بنده به خداوند هستند و غیر مسلمان اهلیت اون رو نداره. باید فرد نخست بیا تسلیم خداوند بشه، تسلیم امر خداوند بشود، بعد دستورات خدا رو در زندگی خودش اجرا نماید. نماز بر کودک واجب نیست، اما پدر مادر سعی و تلاش کنند فرزندانشون از همون خردسالی به گزاردن نماز وادار نمایند. از همون خردسالی فرزندانشون رو به گزاردن نماز وادار نمایند. در حدیث ما آمده است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرموده است که مروا اولادكم بالصلاة وهم ابناء سبع واضربوهم عليها وهم ابناء عشر، فرزندانتون رو در سن 7 سالگی به گزاردن نماز فرمان دهید، دستور بدید، و در 10 سالگی اگر اهل نماز نشدن، نماز نگزاردند، تنبیهشان کنید. جا اشاره ضرب زدن هست، ولی تنبیه بشه وای که خود پدر مادر صلاح میبینن، تنبیه کنند فرزند رو، چون در همون خردسالی فرزند بگونه‌ای که تربیت بشه بر همون شیوه زندگی خودشو ادامه میدهد. پس پدر مادر موظف هستن که فرزندانشون رو تربیت اسلامی بنمایند، سعی کنن در تربیت فرزند. تربیت فرزند فراهم نمودن غذا و پوشاک نیست، بلکه پدر مادر موظف هستن که به فرزند بیاموزند مسئولیت ما انسان‌ها در کره خاکی چیست. آیا خوردن و خوابیدن هست؟ اگر خوردن و خوابیدن بود، چه تفاوتی بین انسان و دیگر موجودات هست؟ انسانی که اشرف و اکرم مخلوقات هست،
مشخصه که مسئولیت ما در اینجا خوردن و خوابیدن نیست، بلکه خداوند این همه هستی رو به خاطر انسان رام نموده است تا انسان از این امکانات بهره بگیرد، در مسیری که خداوند براش معین و مشخص نموده حرکت کند. پس از همون نخست، همون آغاز، پدر و مادر باید به فرزندان یاد بدهن که نخستین گام در مسیر عبادت گذاردن نمازه و این فرزندان رو با رنگ خدایی رنگ آمیزی کنند که از همون آغاز فرزند اهل نماز باشد. اینجا اگر فرزند خوب تربیت بشه، بزرگواران در قید حیات سبب مایه چشم روشنی پدر و مادر می شود، پدر و مادر خوشحال می شوند. مثلا یکی از دعای مؤمنان اینه که دعا میکنه ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین، پروردگارا از همسران ما، از نسل ما، فرزندان ما کسانی به ما عطا کن که مایه چشم روشنی ما باشند. فرزند اگر خوب تربیت بشه، خوب به بار بیاید، کار خوبی که انجام میده، کار مفیدی که انجام میدهد، وقتی خبر این کار خوب به گوش پدر مادر میرسد، پدر مادر خیلی خوشحال میشوند و دوست دارن که در اون زمان بال داشته باشن و به پرواز بیفتند، پرواز کنند در فضا. خدای ناکرده اگر کار بدی فرزند انجام بدهد و اون خبر کار بد به گوش پدر مادر برسد، پدر مادر سرفکنده میشوند و دوست دارن که در اون زمان زمین دهن باز کند و زنده به گور تو زمین فرو بروند از شرمندگی. پس وقتی که برای انجام کاری ما دعا میکنیم، از خداوند میخواهیم، پس باید زمینه اون رو فراهم کنیم. وقتی پدر مادری میخواهند فرزندانی داشته باشند که در زمان زنده بودن پدر مادر مایه چشم روشنی آنان بگردند و بعد از مرگ هم به عنوان ولد صالح ید اوله، فرزند نیکی که برای پدر مادر دعا کنند، باید تلاش کنند در تربیت فرزند، تربیت اسلامی و رفتار اسلامی، اخلاق اسلامی رو با آنان بیاموزن که نخستین کارش نمازه. سعی کنند فرزندان رو به گزاردن نماز تشویق کنند، وادار کنند، به شیوه‌های مختلف نیاز هم باشه تنبیه بکنند تا اهل نماز باشند فرزندان. اما نماز بر فرزند فرض نیست، بر کودک، بر کودک خردسال فرض نیست و واجب نیست، چون در حدیث هست که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرموده است رفع القلم عن ثلاثه، قلم تکلیف، یعنی تکلیف از سه نفر برداشته شده، یک عن الصبی حتی یبلغ او یحتلم، کودک تا زمانی که به سن بلوغ برسد، و عن النائم حتی یستيقظ، کسی که در خواب تو از خواب بیدار بشه، چون انسان خوابه دیگه خوابه، و عن المجنون حتی یفیق، دیوانه تا به هوش بیاید. گرچه واجب نیست ولی اشاره شد که باید پدر مادر فرزندان رو تشویق کنن برای انجام کار نیک. جالب اینجاست فرزند اگر خوب تربیت بشه، کار خوبی که انجام میدهد، پدر مادر در پاداش اون کار نیک شریک هستن. یعنی همون اندازه‌ای که خدا به اون فرزند پاداش نیک میدهد، همون اندازه رو خداوند بر اون پدر مادری که در تربیت نیک فرزند تلاش کردند میدهد. دو، عاقل بودن. عقل اگر فرد نداشته باشه، خردمند نباشه، اهل تکلیف نیست، چون در نمیابه چیزی رو. وقتی کسی چیزی رو نفهمه، چیزی رو در نیابه، دیگه مکلف نیست. پس فرد خردمند و فرد عاقل نماز بر او فرض هست. کسی که داره عقل نیست، عقلش از دست داده، حالا بر اثر دیوانگیه، بر اثر بیهوشیه، به هر صورتی در اون زمان این مکلف نیست، نماز از او ساقط شده، یه نماز بر او فرض نیست. کسی که در خواب هست، کسی که تو خواب در اون زمان، نماز برش فرض نیست مگر اینکه بیدار بشود. بعد از اون که بیدار شد، باید نماز، اگه وقت نماز گذشته باشه، نماز و قضاشو به جای بیاورد. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرموده است که من نام عن صلاتی او نسیها فلیصلها اذا ذکرها. کسی که از گزاردن نماز خواب بمانه، خواب بهش فشار آورده، در خواب وقت نماز میگذرد، یا فراموش کند که نمازی وقت نماز فرا رسیده، بعد از گذشتن وقت نماز وقتی از خواب بیدار میشه و یا به یادش میاد که نماز رو نگذارده، همون زمان بهترین کفاری اون کار اینه که بیاد نمازش رو بگذارد. بهترین کفاری اون اینه که نمازش رو
بگذارد. 4، پاک بودن. اینجا مراد پاک بودن بیشتر بحث خانم هاست، پاکی از قاعدگی و از نفاس هست. چون خانم هایی که در زمان قاعدگی هستن، در زمان نفاس هستن، نماز بر آنان واجب نیست. نماز بر این خانم هایی که دچار این بیماری هستن، نماز بر آنان واجب نیست. حتی بعد از اون که از این بیماری بهبودی یافتن، قضای نماز بر آنان واجب نیست. فضل خداوند چقدر بیشتر است، چقدر رحمتش شامل حال بندگانش نموده است. در حدیث اومده که پیامبر صلی الله علیه و آله فرموده اذا اقبلت الحيضه فدع الصلاه، وقتی که زمان قاعدگی فرا رسید نماز رو ترک کن، دیگه نماز بر تو واجب نیست، نماز فرض نیست. بعد از اینکه بهبودی هم یافتی، باز قضای اون نمازا بر شما لازم نیست، بر خانم ها لازم نیست، چون زمان قاعدگی، زمان نفاس طولانی هست. اگر قضای این نمازها بر خانم فرض می شد، خانم ها دچار عسر و حرج و گرفتاری و دشواری می شدن. به همین جهت خداوند رحمتش و شامل حالشون نموده، قضای نماز را از آنان ساقط نموده است. حکم کسی که نماز رو ترک کند، دیدگاه علما در اینجا متفاوته. گفتن کسی که اصلا فرض بودن نماز را انکار نماید، کسی که در سرزمین اسلامی بزرگ شده باشه، احکام اسلامی به او رسیده باشد، دستورات اسلام بهش آموزش داده بشه، آگاهی داده شده باشد، با این وجود فرض بودن نماز را انکار نماید، این مرتد است. اینجا باید حاکم اسلامی که خب مسئولیت خیلی سنگینی داره برای برگزاری و اجرای دستورات اسلام، این فرد رو باید بیاره تنبیهش کنه، تشویقش کنه، به شیوهای مختلف او رو به توبه کردن وادار نماید، تا از این فکر و اندیشه بعد خودش توبه کنه، به فرض بودن نماز باور داشته باشد، باور داشته باشه که نماز فرض هست، به شیوهای تا اینکه اونقدر تشویقش کنه، اگر نپذیرفت با تنبیه وادارش کنه که نماز رو بپذیره. حالا ائمه فرمودن اگر این فرد باز بر خواسته خودش پافشاری نماید، حاکم اسلامی، یعنی جایی که حکومت اسلامی پابرجاست و احکام اسلامی به طور کامل یا به طور نسبی اجرا می شود، حاکم این حق داره که این فرد رو به اسم مرتد بودن تنبیهشون رو گاهی وقتا میتونه اصلا حتی میتونه اعدامش هم بکنن تا درس عبرتی باشه برای دیگران. گاهی افرادی هستن که نماز رو نمیگذارن و از روی تنبلی هست، تنبلن، به خاطر تنبل بودنشون به سمت نماز حرکت نمیکنن. باز اینها رو باید حاکم اسلامی بیاره، تشویقشون کنه در نخست، وادارشون کنه توبه کنن، اگر نپذیرفتن با تنبیه به هر شیوهی که شده اونها را وادار به اجرای دستورات خدا و گزاردن نماز بنماید. باز برخی از ائمه گفتن اگر نپذیره باز میتونه اجازه رو داره حاکم اسلام که اینها رو اعدام کند. منتها افرادی هستن که از روی عذر تارک صلات شدن، نماز رو نگذاردن، اینا هرگاه عذرشون برطرف شد موظف هستن که نمازشون رو به جای بیاورن و نمازشون رو بگذارن. این دیگه نیاز به تنبیه و چیزای دیگه نداره، چون نماز بزرگواران برای ساختن شخصیت انسان، برای ارزش دادن به جایگاه فرد، برای عزت بخشیدن به فرد خیلی مهم هست و بهترین توشه برای سفر آخرته. باید فرد مسلمان سعی و تلاش کنه که نمازهایش رو به شیوه نیکو به جای بیاورد و بر فرض بودن نماز معتقد باشه و با تمام وجود برای گزاردن نماز به نیکوترین شیوه که بیان شده است به پا خیزد، تا انشالله نمازش سبب بشود که این فرد رستگار بشود و خداوند از چنین بندهی راضی بگردد. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. پایان درس 6.